همین هم شد و در نزدیکای نوروز سال 66 من تونستم از زندان فرار بکنم و بیام خارج از زندان. در فرارتون از زندان آقای مهندس جمشید تبریشی، سازمان مجاهدین خلق هم بهتون کمک کرد؟ سازمان مجاهدین کوچکترین کمکی برای من نکرد و دوستان و خانواده من بودن که کمک کردن و با طرحی که خودم روش کار کرده بودم، مدت بسیار زیادی کار کرده بودم، که از یکی از این طرحهای این بود که من میشه گفت سرایدار رئیس زندان بودم و میتونستم یک سلسله طرحا رو در قزل حصار، چون منتقل شدم به قزل حصار و از اونجا طبق این برنامه هایی که خودم طراحی کرده بودم به خارج انتقال داده بودم، در خارج روی اینا کار کردم و زمینه فرار من از زندان فراهم اومد. خب از ایران فرار میکنید، مجاهدین خلق میپیوندید، ترکیه میان؟ در ترکیه میان، بله در ترکیه میان، مدتی میرم در عراق و خدمتتون عرض کنم که چون شرایط روحیم بسیار متزلزل بود و نمیتونستم در اونجا، مجددا برمیگردم به ترکیه و بعد از اون دوباره در قبل از مرگ خمینی دوباره اعزام میشم به منطقه با افرادی که به اصطلاح از سایر نقاط اروپا و آمریکا بود سازمان، همراه اونا من هم رفتم به منطقه مجدد. یعنی از ترکیه؟ از ترکیه، بله بله. خب بعد در هنگام فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق، اون حمله که به ایران کردن، شما از جمله تنها کسانی بودید، چند نفر بودید که در اردوگاه میمونید و در اون عملیات شرکت نمیکنید؟ بله خوشبختانه به همین شکل من در قرارگاه بودم، ما حدود 3 نفر فقط توی قرارگاه بودیم. فقط 3 نفر همه رو فرستادن رفتن. یک بچه 16 ساله بود، مشخصا یکی دیگه به اسم جواد برایی بود که ایشون بود توی پایگاه و من بودم و بقیه همه رفتن و مشخصا خود آقای مسعود رجبی و خانم رجبی هم در پایگاه نبودن، اونها در محلهای خودشون بودن و ما 3 نفر بودیم که به اصطلاح میگفتم پشت جبهه و اونجا رو ما اداره میکرد. این خواست خودتون بود که نرفتین شما 3 نفر یا سازمان مجاهدین تصمیم گرفت؟ در حقیقت میشه گفتش که خواست خود من بود، چون من زیاد تمایلی نداشتم که توی اون مسائل شرکت بکنم و روی این اساس به بهانه ای که من شرایط روحی مناسب نیست و توان این جنگ رو ندارم شرکت نکردم. بسیار. خب بعد از این قضیه است که باز شما دیگه ترک میکنید سازمان مجاهدین خلق و عراق رو ترک میکنید، زندانی میشید و مشکلاتی رو داشتید در این رابطه؟ بله. یعنی جداییتون، هنگام جدایی شما؟ بله. آیا جداییتون راحت میپذیرن اون موقع؟ خدمتتون عرض کنم که این نیاز به یک مقدار توضیح داره، چون نقطه اوج تضاد من با سازمان مجاهدین و با رهبری سازمان مجاهدین در همین مقطع هست. یعنی در مقطع حمله عراق به کویت، مشابه همینی که الان در قرارگاهاشون به وجود اومده و در اون مقطع من به اوج تضادم رسیدم. در مجموع من قبل از اون هم تضاد داشتم، نامنگاری های مختلف، نشست های مختلف که حالا زمان بحث مبسوط این مسائل نیست، که انشالله در زمانی که فراغت بیشتری داریم به این مسائل میپردازیم، ولی نقطه اوج تضاد من میرسه به زمانی که عراق حمله کرد به کویت و آقای رجوی یک نشستی رو گذاشت، یک نشست توجیهی، و اعلام کرد که صاحب خانه ما کاری کرده که به عقل جن هم نمیره با این مضمون. یعنی مسئله حمله عراق به کویت رو علارغم اینکه قبلا با ایشون اصلا در میون گذاشته شده بود و بخشی از این ماموریت‌ها هم به سازمان مجاهدین سپرده شده بود، حالا ایشون برای عوام فریبی و برای اینکه خام بکنه اون اعضا و هواداران سازمان رو، گفت ما از عقل جنم به این مسئله نمی‌رسید و اعلام کرد که ما امکان داره که این اونیفورم‌های نظامی رو از تنمون بیرون بیاریم و لباس شخصی بپوشیم و سلاحامون رو تحویل بدیم. سلاح‌ها قرار بود اهم از سلاح‌های سنگین و سلاح‌های سبک. بعد از این نشست من حدود 3 روز، خوب به خاطر دارم که من در زندان دبس بودم زمانی که این موضوع پیش اومد. زندان دبس محلی بود که محل نگهداری افراد ناراضی بود، قبلا تعلق به ارتش عراق داشت و ارتش عراق ناراضیانش رو اونجا زندانی میکرد، بعد تحویل مجاهدین داد
که سه بند مختلف داشت که اینها هم نیاز به توضیحات بیشتر داره واقعا، چون آب امروز همینطوری که فرمودید من در افشاگری های گذشته هم بنا به مساله اینها رو افشا نکردم، ولی ضرورت زمان الان ایجاب میکنه که این مسائل رو افشا بکنم. و من خودم زندانبان بودم در اون زندان، زندان دبست، دارای سه بند مختلف بود، بند یک، بند دو و بند سه، که افراد رو طبقه بندی میکردم و در اون زندان ها نگهداری میکردم با اعمال بسیار شاقه، میتونم بگم که اینها رو واقعا باید بهش کاریم و بهش بپردازیم. و من سه روز اونجا در قرارگاه و در اون آسایشگاه خودم رو محبوس کردم. نهایتا یک نامه برای رجوی نوشتم، آقای مسعود رجوی، من به خاطر این که شما گفتید سازمان مجاهدین یک سازمان مستقله و مستقل از عراق و مستقل از رهبری دولت عراق عمل میکنه، خودم رو و جانم رو در اختیار شما گذاشتم و به اینجا اومدم، ولی الان من میبینم که ما مستقل نیستیم، ما تحت امر صدامیم و صدام به شما دستور داده که شما فلان نیرو رو در یک جایی مستقر کن، این نیرو رو در اینجا مستقر کن. و نهایتا شما میگی که ما ممکنه این لباس رو از تنمون در بیاریم، لباس نظامیگری رو و لباس شخصی بپوشیم. پس شما به من بفرمایید که آیا ما ارتش آزادی بخش ملی ایران داخل گیوم مستقل هستیم یا بخشی از ستونهای زرهی و نظامی صدام حسین هستیم؟ شما جواب این رو به من بده که بود و نبود من بستگی به این داره. خدمتون عرض کنم که باز اومدن افرادی اونجا شروع کردن به سفسط بازی، چون میبینید جواب مشخصی نداره، و بعد از مدتی من رو منتقل کردم به قرارگاه اشرف از زندان دبست. و زمانی که من وارد قرارگاه اشرف شدم واقعا در کمال حیرت دیدم که تمام ابزارالات سنگین نظامی از قبیل تانک ها، از قبیل نفربرها، از قبیل کمرشکن ها، اینا همه دارن از قرارگاه خارج شدن و یا دارن خارج میشن. یک ستون عظیم نظامی ایستاده بود که از قرارگاه بره بیرون، و بنابراین صدام حسین تمام این ادوات جنگی رو از آقای رجوی تحویل گرفت. یک شهر پاریس، عروس شهرهای جهان، یک خیابان شانزلیزه، شهره خیابانهای دنیا و یک خانه فرهنگ و هنر 7000 ساله ایرانی. شهر فرهنگ با دریایی از کتاب، نوار ویدئو، موسیقی، دیسک لیزر، مجلات ایرانی، آموزشگاه و خدمات اینترنت و چاپ و تاکسی و کارت‌های تلفن به راه دور، 220 دقیقه با ایران و 660 دقیقه با امریکا، فقط 15 یورو، 08 ایرانیان فرانسه و ده ها خدمات دیگر در شهر فرهنگ پاریس. شهر فرهنگ، 66 خیابان شانزلیزه، داخل پاساژ روبروی ایران ایر، آخر پاساژ سمت راست. تلفن 0142-89-59-95، 0142-89-59-95. ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. تازه ترین کتاب 65مین اثر سیاوش اوستا حسن عباسی منتشر شد. کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن ایران است. آیین اوستا، آخرین اثر سیاوش اوستا را از کتاب فروشی های معتبر ایرانی در سراسر جهان تهیه بفرمایید. به اصطلاح حمله متفقین به عراق که در اوج آشفته بازاری عراق بود و
پشت پشتارها که دیگه شرطه های عراق یعنی محافظین عراق اونجا رو ترک کردن و رفتن و سر دوستان ما رو بریدن. سر بچه ها جناب آقای دکتر اوستا خدمتون عرض کنم که حالا ما با اجازتون اینجا گریز میزنیم، دکتر عباسی رو ما همین با نام زیباتون من با اجازتون مخاطب شما رو قرار میدم، سر بچه های سازمان مجاهدین رو از تن جدا کردن و بالای اون اردوگاه اون تبعیدگاه شوملی آویزون کردن. چی این کارو کرد؟ مردم عراق، عراقی ها کسانی که سال 92 بله در سال فکر کنم 91 در 91 الان که شما ملاحظه می‌فرمایید اینها دوربین دارن.